و همکارم مراد ویسی اینجا در استودیو همراه ما هستن. آقای ویسی، دلیل این نوع حوادث که ظاهرا موارد متعددی از اون هم وجود داره چی هستش؟ ببینید، علاوه بر اینی که خب در جامعه ایران مشکلات بسیاری برای همه شهروندا وجود داره، برای سربازها یک مشکلات مضاعفی وجود داره. من چند تاش رو از این سری مشکلات متعدد میتونم بگم. اول اینی که نظام سربازی ما در ایران طوریه احترام و منزلت سرباز توش رعایت نمیشه. در خیلی از کشورهای دنیا سرباز رو به عنوان مدافع وطن میبینن و خیلی ارج و قرب و منزلت داره. مثلا در ترکیه موقع یک کسی میره سربازی براش جشن میگیرن، با یک جشنی میفرستن و احساس افتخار میکنه خانواده که بچهش رفته سربازی. در ایران نه فقط این نیست، بلکه خانواده نگرانه که واقعا بچهش به سلامت میره یا به سلامت میاد. در درون نیروی مسلح ما یک عرف‌های اشتباهی وجود داره که این باعث میشه به احترام و منزلت سرباز آسیب بخوره. مثلا معروفه که میگن سرباز که میره اونجا باید در دوره آموزشی کاری بکنن که منیتش شکسته بشه. بله، در همه ارتشای دنیا موقعی که یک کسی میره سربازی یا میره به آموزش نظامی خیلی سخت بهش میگیرن که بتونه برای شرایط سخت آماده بشه. ولی در ایران در مصداق این مفهوم درست بعضا تندرویه زیادی میشه. من دیدم باعث توهین به سربازا میشه، شخصیتش زیر سوال میره. این به نظرم یکی از مهمترین مشکلات در نظام سربازی ماست که احترام و منزلت فرد سرباز رعایت نمیشه. نکته دوم اینه که سربازها و سربازخونه ها یه برشی از کیک بزرگتر جامعه ما دیگه. جامعه ما هر چی مشکل داره اون مشکلات در اونجا هم هست. یکی دیگه به نظرم روایت های نادرستیه که در بین خود مردم و کسایی که سربازی رفتن از سربازی تعریف میکنن و این با واقعیت نمیخونه و باعث میشه موقعی یک کسی میره سربازی یه دفعه دپرس بشه. مثال میزنم، خیلی از کسایی که در ایران موقعی که از سربازی برمیگردن تو جمعای خانوادگی و رفاقت میشینن تعریف میکنن بدون اینکه توجه کنن که رو نسل بعدی تاثیر داره، میگه من تو مدتی که رفتم سربازی یه شبم نگهبانی ندادم. انگار تمام نگهبانی های ارتش ایران رو سرهنگا دادن، هیچ کدوم از سربازا نگهبانی ندن. خب بعد سرباز میره خدمت میبینه نه، میذارن نگهبانی سخت هم میذارن اینا. این روایت های نادرستی که در جامعه هست باز تأثیر میذاره. یه دلیل دیگرش اینه که بالاخره سن جوانیه، فشار روش هست. مثلا اینی که از خانوادهش دوره این بهش فشار میاره، اسلحه هم اونجا هست. یه نکته دیگه هم که وجود داره این تبعیضاتی که هست. مثلا آقازاده ها و کسایی که دستشون به دهنشون میرسه بچه هاشون رو با امریه یا معاف میکنن یا مثلا جاهایی در تهران نگه میدارن و اونهایی رو کسی ندارن یا به لحاظ مالی ضعیفن، اینها رو مثلا میفرستن سیستان و بلوچستان، کرمان، مناطق مرزی و تحت فشار هستن. ضمن اینه که یک قانون جدیدی هم که جمهوری اسلامی گذاشته این باز کار بدتر کرده. دو تا قانون، یکی قانون فروش خدمت بود که خیلی توهین‌آمیز بود، یعنی کسی که پول داره میخره، کسی که پول نداره مجبور بچه‌ش رو به خدمت برسه. جدیداً هم به دلیل دستوری که خامنه‌ای برای افزایش جمعیت داره یه سری قوانین رو بدون مطالعه هم اونجا گذاشتن. اینم بر سربازای مجرد فشار میاره که مثلا میگن کسی که متأهله اگه بالای 40 سال باشه و 3 تا فرزند داشته باشه این معافه، اگر زیر 40 سال باشه و 4 تا فرزند اونم معافه. برای همسر 2 ماه کم میکنن، برای بچه اول 3 ماه کم میکنن، برای بچه دوم 4 ماه. خب بعد شما سربازی که مجرد میره آیا شرایط اقتصادی براش فراهم کردید که ازدواج بکنه بعد این مزایا استفاده کنه؟ نگاه میکنه که من شرایط اقتصادیم خوب نیست، نمیتونم ازدواج کنم. از اون طرف اونی که ازدواج کرده معاف میشه، ولی منی که در مجرد بودن خودم هیچ سهمی ندارم به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کار نکردم، باید برم در دورترین نقطه کشور. و بعدم جایی که کسی نگهبانی میده سرباز تنهاست، برجک سربازی تنهاست. با این فکر با
با خودش میره، اسلحه هم دستشه و معمولا از این اتفاقات میفته. خب راهکار برخورد با این موزل چه هستش؟ اولا راهکار اصلی یه بحث اقتصادیه در جامعه که باید وضع سربازا واقعا خوب بشه. با وجودی که حقوقشون رو بیشتر کردن به 5 میلیون رسیده، ولی واقعا کفاف نمیکنه برای سرباز. بعضا موقعی که میرن و میان رعایت شؤوناتشون نمیشه. کلا در جامعه منزلت و احترام سرباز بالا نیست. ما باید به فکر اساسی بکنیم در جامعه. نیاز داره رسانه‌ها، کسایی که صاحب تریبونن، این رو واقعا روش کار بکنم لاز فرنگی، که سرباز مدافع وطنه. سرباز جاش رو سره. ببینید کسی که مدافع وطنه درجهش مهم نیست، جاش رو سره. میخواد سرباز مثلا ارتش باشه، در یه گوشه‌ای باشه. بحث جمهوری اسلامی اینا هم نیستا، این حکومت رو کسی قبول نداره، باید بره اینا. ولی کسی که سرباز وطنه، سرباز ارتش میره گوشه‌ای سربازی میکنه، حتی کسی هم مثلا رفته سرباز سپاه هم شده، بلکه سرباز دیگه زورکی بردنش. سرباز باید به عنوان احترام منزلت نگاش بکنن. و نکته دیگه اینه که ما در نظام سربازیمون به نظرم باید تجدید نظر کنیم. بارها هم بحثش بوده که نظام سربازی اجباری رو کنار بذارن، سربازگری حرفه‌ای بیارن، ولی ستاد کل نیروهای مسلح مخالفه که ارتش بر اساس استخدام باشه. میگه همین نظام اجباری فعلا باید بشه. بله، ممنونم از شما مراد ویسی همکارم که همراه ما بودید.